عفو بین الملل در یک جمع‌بندی سالانه اعلام کرد که واکنش کشورهای غربی در خصوص حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته نشان دهنده استانداردهای دوگانه این کشورها در قبال نقض حقوق بشر در سراسر جهان است. عفو بین الملل در گزارش سالانه جهانی سال 2022 به سکوت غرب در قبال سرکوب‌ها در عربستان سعودی و مصر پرداخته و از انفعال در برابر رفتار نجات پرستانه اسرائیل با فلسطینی ها انتقاد کرده است. دبیر کل عفو بین الملل هنگام ارائه گزارش جهانی این گروه در پاریس گفت واکنش کشورهای غربی در برابر بسیاری از نقض‌های دیگر منشور سازمان ملل خیلی بی تفاوت بوده است. عفو بین الملل گفته اگرچه کشورهای اروپایی از پناهندگان اوکراینی استقبال کردند، اما آنها چنان گشودگی را برای با افرادی که از جنگ سوریه و بحران افغانستان و لیبی فرار می‌کنند نشان ندادند. عفو بین الملل همچنین بر شکست نهادهای جهانی در پاسخ کافی به درگیری‌هایی که به کشته شدن هزاران نفر از جمله در اتیوپی، میانمار و یمن انجامید تاکید کرد. این نهاد جهانی گفته جنگ در اوکراین منابع و توجهات را از بحران آب و هوای دیگر درگیری‌های طولانی مدت و رنج‌های انسانی در سراسر جهان منحرف کرد. سید سراج الدین میردامادی روزنامه نگار ساکن فرانسه با ما هستند. آقای میردامادی سلام علیکم. سلام و عرض ادب و ارادت به جناب عالی و تمام بینندگان و مخاطبان اخبار شیعه شبکه امام حسین و با آرزوی قبولی تعادات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان. تشکر میکنم، تعادات شما هم قبول. جناب میردامادی، کشورهای غربی که مدعی حقوق بشر هستند چرا نسبت به مسائل حقوق بشری برخورد دوگانه دارند؟ بفرمایید. بخشیش ریشه‌های تاریخی داره، برمیگرده به مبارزات ضد استعماری جنبش‌های اسلامی در آفریقا و بخشیش در خاورمیانه و همچنین این نگاه نادرست تعمیمی که غربی‌ها به مسلمان‌ها دارند و اسلام ارهابی تروریستی رو با کلیت مسلمان‌ها در واقع یکی میگیرند و اسلام عدالت محور علوی شیعی رو یا نمیبینن یا بهش اهمیتی نمیدن و اسلام در واقع افراطی‌گرای سنی تندروی رو که در غرب دست به کارهای تروریستی میزنه و در دنیا تحت عنوان القاعده و داعش و طالبان شناخته میشن، اونها رو نماینده اسلام میگیرن و در نتیجه به عنوان یک جریان تروریستی هیچ حقوقی برای عموم مسلمان‌ها قائل نیستن. به همین دلیلی که این دوگانگی برخواسته از یک نگاه دوگانه هست و این عدم صداقتیه که نظام‌های غربی با کشورهای اسلامی بعضن وابسته به غرب دارن که نقض حقوق بشر رو در اون کشورها نمی‌بینن، کشورهایی که باشون زاویه بندی دارن و مشکلات سیاسی دارن ابزاری میشه حقوق بشر برای تقابل با حاکمیت‌ها. در نتیجه در نگاه غرب این دوگانگی به دلیل اینه که حقوق بشر یک ابزاری بیش نیست. مسلمان بحرینی، شیعه بحرینی که حقوقش نقض میشه در فلسطین، در یمن، در میانمار، در چین، اویغورهای چین، در سوریه، در خیلی جای دیگه که مسلمان‌ها نقض حقوق بشر دارن، اینها رو نمی‌بینن یا خیلی گذرا از کنارش رد میشن، ولی اون جاهایی رو که میخوان ببینن و با دولت‌هاشون حاکمیت‌های در واقع وابسته‌ای هستن که زد و بند و معاملات اقتصادی و منافع اقتصادی با غرب دارن، اونها رو یا نمی‌بینن یا بسیار کم می‌بینن و کم میگن و کم اعتراض می‌کنن. بله، آیا نشر چنین گزارش‌های نهادهای بین‌المللی می‌تونه باعث تغییر در رویکرد دوگانه کشورهای غربی در مسائل حقوق بشری بشه؟ بفرمایید. ببینید، این عفو بین الملل از معدود سازمان‌های حقوق بشری غربی است که تا حدودی در بعضی موارد منصفانه برخورد می‌کنه و برخلاف موج حرکت می‌کنه و به ویژه در همین جنگ اوکراین هم در همین گزارش که خوندید هم بود
مواردی رو ذکر کرد که برخلاف موج کلی بود که سازمان‌های حقوق بشری که معمولاً سوار بر موج میشن همراه با هژمونی که رسانه‌های غربی دارن، فقط یه بخشی از نقض حقوق بشر رو در دنیا میبینن، بخش دیگر هم که منافعشون اجازه نمیده نمیبینن و همون استفاده ابزاری رو انجام میدن. اگر امثال این سازمان‌ها در واقع شجاعت بیشتری به خرج بدن و از این گزارش‌های در واقع منصفانه بیشتر بدن و رسانه‌های آزاد بیشتر به این مسئله بپردازند و بشه مردم و افکار عمومی رو آگاه کرد، بله میشه امیدوار بود، و الا صرفاً این گزارش‌ها نمیتونه خیلی جلوی این برخوردهای دوگانه رو بگیره، جلوی این تناقض‌گویی‌ها، جلوی این در واقع استفاده ابزاری و تجاری از حقوق بشر رو بگیره و مسلمان‌ها همچنان در سرتاسر دنیا توسط چه نظام‌های مستبد خود کشورهای اسلامی حقوقشون سرکوب بشه، چه در جاهای مختلف دنیا به عنوان پناهجو و پناهنده و مهاجر حقوقشون نقض بشه و نتونن عباداتشون رو درست انجام بدن، و چه شیعیان در کشورهایی که حاکمیت‌های سنی افراطی تندرو دارن حقوقشون نقض بشه و هرگز در گزارش‌های حقوق بشری به این نقض حقوق بشر پرداخته نشه. تشکر میکنم از شما آیه میردامادی. سید سراج الدین میردامادی روزنامه نگار ساکن فرانسه با ما همراه بودند.